سلام و درود به همیهنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران خوشحالم که در گفتگوی امروز آقای ابراهیم مازندرانی مسئول کمیسیون اصناف شورای ملی مقاومت مهمانه ما هستند آقای مازندرانی خیلی خوش آمدین و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتی من از شما اولا تشکر میکنم, میکنم که, که من اجازه دادین لطف کردین که اینجا با هموطنانم صحبت کنم بعد سلام عرض میکنم خدمت هموطنان بزرگوار و مقاوم ایران و, و در این حال مظلوم و سلام عرض میکنم به هموطنان آذری خودم و همچنین سلام عرض میکنم به قهرمانان اشرف در تمام نقاط دنیا مخصوصا در ایران و مخصوصا در زندان ها بسیار متشکرم های مازندرانی شما با توجه به اشرافتون به امور اقتصادی و بازار و سالها تجربه و کار حتما این موضوعاتی رو که مردم ایران باش درگیر هستن رو دنبال میکنید حتما در جیان هستین مستمرا شاهد گرانی بیوقفه اولیه ترین کالاهای مورد نیاز مردم هستیم برنج و روغن و گوشت و همه این مواردی که لازمه زندگی ساده ای هست حتی همین اواخر بود که بانک مرکزی رژیم از گرانی و افزایش قیمت 40 تا 50 درصدی بعضی از کالاها اونم به فاصله کمی خبر میداد از اون طرف هم مدعی بود آخوند روحانی که وقتی برجام بشه دیگه همه کارا درست میشه و خلاصه تغییراتی ایجاد میشه ولی ما شاهد هیچ تغییراتی نیستیم چرا به نظر شما؟ اقتصاد ایران اینو الان ما نمیجیم تمام دنیا میجه اقتصاد ایران تنها دست ولایت فقیه سپاه پاسداران معترفه اسلامی با اونهایی که وابسته به اینا با این اوضاع احوال ما چه انتظاری داریم که بعد از نمیدونم مذاکرات اتمی وضع اقتصادی مردم خوب بشه خب کلی پول بالاخره اینها آها. به صورت نقد هم بهشون دادن یا به اصطلاح بله. نفت فروختن بله اینم روحانی هم همونه میگفت که اگر ما این مذاکرات اتمی رو به مراحل آخر برسونیم دستمون باز میشه بانک ها با ما مراوداتشون رو دوباره بازسازی میکنن فلان میکنن میدونست چه اینا همش دروغه بانک های ایران خود بانک مرکزی ایران رئیس بانک مرکزی ایران میگه که ما با بانک های دیگه تو ایران هیچ گونه قوانین منضبط و اینها نداریم برای خاطر اونه که تمام بانک های ایران میبینین که در پولشویی دست دارن در قاچاق دست دارن در مواد مخدر دست دارن خب با این اوضاع احوال اصلا نمیتونه بانگ جهانی با اینها مراودات بانگی داشته باشه و گیرم که به قول شما حالا بگیم که اینها پول سرازیر بشه برای ایران خب نمونه داریم مگر در دوران احمدی نژاد 800 میلیارد دلار نفت و گاز نفروختن غیر از مالیات و درامت دیگه اونها رو بذاریم کنار 800 میلیارد آیا یک درصد اوضاع اقتصادی مردم سفره مردم رنگین تر شد اوضاع اقتصادیشون بهتر شد تو جیب مردم چیزی رفت دیناری پس الان ببینین که حالا احمدی نژاد دو خودش دوربرش نمیدونم ولایت فقیه اینا هرچی بود قارت کردن اینا نوبت اینهاست الان میبینین که مدیرا ببینین در دوران همین روحانی چه کار میکنن اینها چه پولهایی رو از جیب مردم میزنن اینها چه دزدای انگارتجرایین ببینین من واقعا چند روز پیش نشسته بودم فکر میکردم میگفتم بار پروردگار عجب آدمیه میلیاردها ها قارت میکنن علنا این روزنامه ها هم اعلام میکنن مینویسن با بی حیایی تمام بابا توی این ولایت فقیه آفتاب دزد رو میگیرن دست و پاشو قط میکنن نه جران رو به خاطر اینکه خود ولایت فقیه خود ولی فقیه گفت اون بیتش در رأس بیتش اون مشتبا ببینین چه قارت هایی میکنن پول نقد فقط پول نقد گفت خود ولی فقی 95 میلیارد دلار فعلا میگن تو بانجا هست حالا بانجایی دیگه که اینا خودشون روش رو ما خبر نداریم مال مشتبا هم که 18 میلیارد دلارشو تو ترکیه گرفتن با مقدار متنابهی طلا و نقره هیچ صدایی از اینها در نیومد به خاطر اینکه پول خودشون نیست که پول مردمه اینها برای خاطر قارت هر بلایی که بجین سر این مردم میارن و اگر پولی هم سرازیر این کشور بشه یا میره به صدور گفت تروریسم یا سوریه برای کشتن اطفال کشتن زن مردم یا میره یمن و گفت لبنان و سایر کشورهایی که عراق میدم بونزه ها هیچ گونه حساب کتابی هم نداره به خاطر این وضع اقتصادی ایران خوب نمیشه هر چی هم پول بخواد بیاد بالاخره این رنج و ستمی که بر مردم میره چجوری قابل حله چجوری رفت میشه ببینین می بعد از این سالهای حدود سی سال که باید اقرار کرد که مردم ما واقعا اون اوایل این جور ها رو نمیشناختن الان بعد از سی سال مردم قشنگ شناختن مردم از این رژیم به کلی دیگه معیوز شدن اصلا و ابدا از این رژیم میدونن آبی گرم نمیشه برای خاطر اینکه همون که عرض کردم اینها اصلا نیمدن برای خاطر اینکه یک مسئله از این مردم حل کنن الان اینو به عینه همه میدونن دیگه تمام پرده ها کنار زده شد الان مردم ایران هم گفت ولی فقیه ولایت فقیه نمیدونم فلانو شناختن میبینن که در عرض 37 سال ایران رو اقلن پون سال عقب بردن اقتصادش از بین بردن همه چیزش از بین بردن همه چیز از بین بردن اینا اینو مردم به اینه میبینن و در مقابلش مقاومت ایران را هم میبینن مقاومت ایران که همه چیز دست این رژیم بود گفت دار رو پول رو مال رو همه چیز رو اون ورداشت نیست رسید به مقاومت ایران هیچی نداشت ولی بعد از و سال الان ببینین مقاومت ایران در چه قلهایه جایگاهش تو دنیا چیه رژیم ایران کجاست پس مردم فقط چشمشون به مقاومت ایرانه و میدونن ایمان آوردن که مسئله مردم حل نمیشه مگر با سرنگونی همین رژیم که این رو اگر توجه داشته باشید در این نشست سالانه مقاومت ایران در چشکشان همه مردم شعارش میدادن و حتی مهمون های خارجی که بودن تغییر در ایران رو امسال صحبت می کردن. و الان هم رژیم خودش هم می بینین که هر صدای کوچیک میاد به لرزه در میاد برای خاطر چیه؟ هم میدونه که مردم دیگه ازش متنفرن و مقاومت کجاست این انتقال همه مجاهدین با اصول و تشکیلات خودشون از عراق با اروپا بزرگترین پیروزی در عرض این چهارده سال هم برای مجاهدین هم برای مردم ایران بود بله و همچنین این بزرگترین شکستی بود برای رژیم در عرض این چهارده سال چرا چ... بزرگترین شکست های مازندران ببینین اینو در دو قسمت میشه بیان کرد قسمت اولش برمیگرده میگرده به خود عراق ببینیم مجاهدین در عرض اون چهارده سالی که در عراق بودن واقعا بزرگتر مقاومت را از خودشون نشون دادن و اگر فراموش نکنیم هرچه در عرض این چهارده سال توی ایران تظاهرات شده میبینین که تمام شعاراشون تمام عمل الهام از همین مقاومت ایران گرفته شده بود رژیم در عرض این چهارده سال شب و روز به فکر این بود که به هر طریقی شده این مجاهلین رو از میان برداره یا به کلی از هم بپاشه و در این شرایط بود که قبل از اینکه عراق کشور عراق اشغال بشه سراغ این کشورهایی رفت که در اشغال عراق اینها با هم همکاری می‌کردند بله اینو ما به عینه در جریان اشغال عراق دیدیم اینها بعد از اینکه عراق را اشغال کردن شور کردن همون خواسته های رژیم رو به اجرا گذاشتن که اومدن اشرف را بمباران کردن ما میبینیم بعد از اون هم دستفردار نبودن با با وجود وردن اون تیف با رژیم از نزدیک همکاری میکردن برای نابودی مجاهدین به هر شکلیه میخواستن که تشکیلات مجاهدین رو داغون کنن ولی ببینین در عرض چهارده سال مقاومت ایران مجاهدین با مقاومت چه مقاومتی با مقاومت دلیرانه خودشون جلوی هم رژیم وایستادن هم همین اشغال گرم. که بعد از چهارده سال ما میبینیم که اینها رژیم نه تنها هیچ غلطی نتونست بکنه مجاهدین با تمام تشکیلاتشون با اصول خودشون همگی به اروپا منتقل شدن و این بزرگترین ضربه ای بود برای رژیم آخوندی اینکه رژیم واقعا بعد از جریان این انتقال میبینیم که دیوونه وار نمیدونست کار کنه آیا سفیر خودش رو از عراق بخواد نمیدونم اونهایی که در سپاه قدس بودن و یعنی دستای رژیم اونجا که برای از بین بردن مجاهدین از اونها گفت التزام گرفته بود یا از همون مالیچی مزدور خودش هی اینها رو بازخواست میکنه که چی شد این در قسمت اول بود که واقعا مجاهدین و خود مجاهدین هم میدونستن به این ایمان داشتن که غیر از این که یه بهای خیلی بزرگتری رو بزرگی رو پرداخت نکنن نمیتونن اون شرافت و اصول و مقاومت و تشکیلات خودشون رو حفظ بکنن با سربلندی در پیشگاه ملت ایران گفت عبور کردن این قسمت اول چیزمون بود که اشاره کردم که اینو در دو قسمت بلی. میشه بیان کرد بلی. الان قسمت دومش ببینین مجاهدین در عرض این چارده سال در خارج از کشور چکار کردن ببینین در عرض این چارده سال به رهبری خانم مریم رزوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تمام نقاط دنیا در پنج قاره ما شاهد این بودیم که هر روز هواداران مقاومت اونهایی که حمایت می از مقاومت ایران اونهایی که در گفت حمایت خیلی بلند بالا بلندی در کشورها داشتن مثل گفت یه چتری اینها یک حاله ای بودن در بالا سر این مجاهدین در اشرف و لیبرتی هر روز ما شاهد این بودیم که در تمام سخنرانی ها در, در تمام پارلمان ها در پارلمان اروپا از مجاهدین چگونه اینها دفاع کردن اینها دست به دست دادن خب این پیروزی و بزرگ رو برای مجاهدین و مردم ایران برمغان آوردن برای خاطر این اون ضربه ای که رژیم خورده خب گفت پس لرزه هاش همینه که ما شاهدیم بله آی خیلی خوشحالم تشریف آوردین صحبتی داشتیم بیشتر از اون دوست دارم که به زبان زیبای آذری هموطنان آذریمون آذربایجانیمون هم شما که از خطه آذربایجان هستین پیامی بدین و با هموطنانمون خوش داشته باشین و بعد خداحافظی کنین والا راستشو بگی من برای آذربایجان مخصوصا زادگاه خودم تبریز خیلی دلم تنگ شده چون من از سال چهل دو از تبریز اومدم بیرون ولی باور کنین همیشه دلم با تبریز میتپه و اهالی تبریز برای خاطر این امسال یه چیزی هم دیدم میخوام با چند کلمه با هم های خودم باشه ترکی صحبت بکنم هموطنان آزریم سلام ولیرم سیزه تعظیم ولیرم سیزه از آختان از مخصوصا او کار ای که نه چه وقت گا زحمت سهمیش دیله آخشن تا اشتنج خوندن سره یا اقلن آی باشه öz hüquqların alala xanewadələrin keçindər elə. Vəli gördüm ki sizlər gəlmisiz xiyavana. Öz hüququzdan dəfaoelisiz. Müzdüzdən dəfaoelisiz. Bu rejimin əleyhinə şoar verisiz ki biz acıq bizi işləmişox, çörəyimizi istiruq, müzdümüzü istiruq, hüququğumuzu istiruq. Bəli, bu rejim sizə cavabın nə verdi. Tutda apardı nə qədər adamlara şallax vurandan sonra neçə iddənə də gördüm ki, apardı həbsxana və zindana. Bu rejimdir. Ey Azərbaycan əhli, axı sizlər Səttarxan oğladısız. Sizlər Hənif necə oğladısız. Sizlərin qəhrəmanlarınız misli Musa Xiyabani sizlərdəndir. Niyə toy ann musuz? Niyə rejimin əri yihna giyəm eləmisiniz? Danaystisiz. Bundan artıq zulmünə uğrar. Macər necəcün qabaq Aşura dəyirdi. Hüseyn ibn Əli ruza Aşira Aşura günü. Xutbeyi ç verirdi, nə deyirdi, nə söylüyürdü. Aya deyirdi ki, niyə çadraz gedib yuxarı? Dirdim mən zülmə müqaviləndə dayanmışam. Mən xalqın haqqından dəfə elirəm, qiyam elmişəm. Hüseyn ibn Əlinin qiyamı zülmən əleyhin idi. Axı siz ziyarətə aşır oxsuz görün nə deyir? Niyə dayanmısınız? Sizlərdən istirəm ki, damınla artıq dayanmayın. Qurbanam sizlərə. Çox məmnun. Xoşdur. آقای مزندرانی بسیار متشکرم رفت کردین تشریف و بردین و در این گفتگو شرکت متشکرم که اقلا با هم همزبانهای خودم و هم یه چند کلمه دید با شما, باش شما. باش. ما هم خیلی باش. خوشحال شدیم باش. تشکر میکنم از شما و همینطور از هموطنان عزیزی که در این بود همراه ما بودند خدا یار نگه شما